سلام بچه ها، شب و روزتون زیبا. خیلی خوش اومدین به چنل من. من علی هستم، دانشجوی ترم 12 دانشگاه شهید بهشتی، رشته دندانپزشکی. خب امروز در ادامه چالش ده سوالی که با رشته‌های مختلف داشتیم، به این حالت که میریم از رشته‌های مختلف و دانشجوهاشون 10 تا سوال خوب و درسته همون که عبدالخیاری نیستن همه جا تو اینترنت پیداشون نمی‌کنید، میپرسیم که توی زمان کمی تا حدود خوبی بتونه رشته‌شون رو پوشش بده برای شما که می‌خواید انتخاب رشته کنید یا به این رشته برای حرفه آینده‌تون فکر می‌کنید و در نظرش گرفتین. امروز در خدمت خانم فاطمه دقیقی هستیم، دانشجوی ترم آخر رشته پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی. ازشون 10 تا سوال پرسیدیم، جواب رو گرفتیم، براتون اینجا آماده کردیم. امیدوارم که لذت ببرید. این شما و این هم 10 تا سوال ما. سلام، من فاطمه ام، دانشجوی ترم 8 رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ورودی بهمن 97 ام. سال 97 توی کنکور تجربی رتبه‌ام شد 4100. منطقه 1 بودم و هیچ گونه سهمیه خاصی هم نداشتم. مقطع دبیرستانم هم سمپا درس میخوندم، یکی از فرزندگان های توی تهران. باور غلطی که راجع به رشته پرستاری وجود داره اینه که خیلی از مردم بیمارستان ها رو فکر میکنن که از دو دسته تشکیل شدن، پزشکا و پرستارا. به خاطر همینه که وظیفه تشخیص و درمان رو با پزشک میدونن و سایر کارها رو که در واقع بیشتر فکر میکنن که البته تزریقات و دادن داروه رو به عهده پرستار میدونن، در صورتی که واقعا پرستارا خیلی وظایف بیشتری به عهدهشونه و دانش بالاتری دارن، هیته های مختلفی دارن توش فعالیت میکنن و اینطوری نیست که فقط کار تزریقات و دارو دادن رو داشته باشن. خوشبختانه پرستاری رشته ایه که بچه ها بلا فاصله بعد از فارغ التحصیلیشون طرح دارن و خب کسایی که در واقع روزانه هستن این طرح رو بعد به صورت اجباری برن. خیلی ها بعد از اینکه طرحشون اون دو سال تموم شد توی همون بیمارستانی که طرح رو شروع کردن استمرار طرح میرن، یعنی اینکه توی همونجا کارشون رو ادامه میدن و حتی احتیاجی نیست که دنبال پوزیشن شغلی دیگه ای توی بیمارستان دیگه ای بگردن، یعنی بدون سرمایه اولیه خیلی راحت میتونن که برن سر کار و درآمد داشته باشن و توی دوران طرح هم که خب بچه‌ها حقوق دارن مثل پرسنل عادی، از طرفی میتونن که حتی ارشد شرکت کنن، پی اچ دی بگیرن و بعد وارد حیطه آموزش و هیئت علمی بشن. اما خب اگر که بچه‌ها بخوان از کار بالین توی بیمارستان بیان بیرون و یه سری کارهای جانبی دیگه‌ای رو انجام بدن، مثلا کار کردن توی کلینیک‌های زیبایی یا زدن کلینیک زیبایی با همکاری با یه پزشک عمومی یا پزشک متخصص پوست، خب این کارها طبیعتاً احتیاج به سرمایه اولیه. خیلی از مسیرها به روی بچه‌ها بازه و صرفاً احتیاج نیست که بیان توی بیمارستان یکی از بخش‌ها رو انتخاب کنن و بخوان توش کار کنن به عنوان یک پرستار. در واقع بچه‌ها میتونن که وارد کلینیک‌های متفرقه بشن، مثلا برن وارد حیطه زیبایی بشن، کلینیک‌های زیبایی یا خودشون با همکاری با یک پزشک که بتونن مجوز احداث یک مطب رو بگیرن، یک کلینیکی بزنن، یک مطبی بزنن و وارد بازار کار زیبایی بشن، یا اینکه مثلا میتونن توی کلینیک های زخم کار بکنن یا خودشون به همون ترتیب احداثشون بکنن و به بیمارستان هم مراجعه میکنن برای پانسمان زخم ها، مثل زخم های بستر، زخم های دیگه که برای بیمارا ایجاد میشه و واقعا درآمدزایی خیلی مناسبی توی این دوتا کاری که گفتم هست. توی دوران کرونا مخصوصا ما دیدیم که مراقبت در منزل ها خیلی بیشتر شده و یه چیزی حدوداً چیزی که من شنیدم حتی تا حدود 30 الی 40 میلیون تومان در ماه و شاید بالاتر تونستن که درآمدزایی بکنن از این طریق. اما اگه بخوایم به طور میانگین راجبش صحبت بکنیم، پرستاری که بعد از طرح در واقع بعد از فارغ التحصیلی طرح شروع میشه و مشغول به کار میشه، یه چیزی حدود حقوق پایش یه چیزی حدود 9 الی 10 تومانه که خب بنابر اون اضافه کاریایی که میره، شیفتایی که میره، بخشی که داره فعالیت میکنه، مثلا ما بخشای ویژه یک مقدار خب تعرفه پرداختی به پرستارا بیشتره به خاطر اینکه کار مریض بیشتره، توی بخشای اورژانس یا بخشای شلوغ چون تعداد مریض ها بیشتره باز اونجا ما یک مقدار پرداختی بیشتری رو داریم، نسبت به این هم متفاوته. اما میانگی رو میتونن هولوش 10 تومان در نظر بگیرن.
کار بسیار مناسبش رو بگم که خب بچه‌ها مرتبط با رشته‌شون میتونن وارد بازار کار بشن و مهاجرت خوبش رو بگم که خب هم تحصیلی هم کاری الان شرایط واقعا مناسبه برای بچه‌های پرستاری نسبت به سایر رشته‌های پیراپزشکی مثل هوشبری یا اتاق عمل که خب تو خیلی از کشورها اونجوری که اطلاعاتی که من دارم و شنیدم این شاخه‌هایی که گفتم و زیر شاخه پرستاری میدونن مثل گرایش‌های ارشد ما در واقع، یعنی اول شما باید مدرک پرستاری رو بگیرید و بعد بیاید وارد این شاخه‌ها بشید. در واقع کسانی که الان توی این رشته‌ها دارن تحصیل می‌کنن اگر بخوام به طریق تحصیلی مهاجرت کنن یک مقدار کار براشون سخت هست، چون مدرکشون رو مثل رشته پرستاری تمام دانشگاه تو تمام کشورها ممکنه که به راحتی قبول نکنن. و از خوبی های دیگه ای که این رشته داره واقعا بهتون احساس مفید بودن میده. وقتی شما یک کاری رو برای یک بیماری انجام میدین، اگه دردی داره دردش رو با یک کاری تسکین میدین و اون دعایی که پشت سرتون هست خیلی تو زندگیتون مؤثره. همینطور یک رشته کاربردیه برای شما، برای اطرافیان و خانوادهتون. همین که یه سوال پزشکی براشون پیش میاد از شما بپرسن، اگر که شما بتونید اطلاعات مناسبی بهشون بدید، نمونهش همین کرونا و واکسن های متفاوتی که وجود داشت، میومدن میپرسن که ما کدوم واکسن بزنیم بهتره، نمیدونم این بیماری برامون پیش اومده، این مشکل برامون به وجود اومده، چیکار کنیم که بهتر بشیم. و اگر شما بتونید اطلاعات درستی رو در اختیارشون بذارید، اعتماد به نفسی که به خودتون میده خیلی بیشتر خوشحالتون میکنه. بعضی که شما توی این رشته فارغ التحصیل میشین و مشغول به کار میشید، باید بدونید که ممکنه که شیفتای سنگینی رو بهتون بدن و مخصوصا سالهای اول کارتون خیلی روتینی برای شیفتاتون ندارید و هر لحظه که اون بخش یا بیمارستان احتیاج به نیرو داشته باشه از شما استفاده میکنه و شما مجبورید که توی شیفتتون حاضر بشید. بنابراین ممکنه که تعطیلات سر کار باشید، حتی شب عید کنار خانوادتون نباشید. علاوه بر اون فشار جسمی و روحی شدیدی که واقعا توی بیمارستان ها روی کادر درمان هست و خب ممکنه که شما برای یک مریضی خیلی تلاش کردین، حتی سر حال بوده تا همین چند ساعت پیشش و یه دفعه شما متاسفانه از دستش میدین یا خانواده‌ای که داغ دارن رو میبینید و همه این فشارها روتون هست. و اینکه خب اگر بخوایم واقعا حقوقشو با حتی کارمندهایی که توی یه سری شرکت‌های دولتی یا خصوصی کار میکنن مقایسه بکنیم، هنوز هم اونقدی که واقعا فشار روی این رشته هست و کار سختی که دارن انجام میدن شاید برابری حقوق نداشته باشن از نظر میزان سختی کاری که دارن با بقیه افرادی که خب مشغول به کار هستن. شما توی این رشته مسئول جون آدم ها و مسئول سلامتیشونید و یک اشتباهی که انجام بدین ممکنه که خدای نکرده جون افراد در خطر بیفته و همه اینها مسئولیت بالای این شغل رو نشون میده. به جرأت میتونم بگم که رشته پرستاری یکی از رشته هاییه که خیلی خیلی مهاجرت توش آسونتر از رشته های دیگه است، چه تحصیلی چه کاری. همین الان هم واقعا موج عظیمی رو داریم میبینیم که حالا متاسفانه دارن از ایران مهاجرت میکنن. من اطرافیانم و جاهایی که کارآموزی میریم میبینیم که پرسنلی که بعضن 10 الی 15 سال شاید سابقه کار داشته باشن و کار میکردن الان دارن میرن، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل امارات، قطر، عمان، به دلیل اون حقوقهای بالایی که پرداخت میکنن و خب روی مدرک زبان سختگیری کمتری دارن، واقعا پذیرای خیلی خوبی ان نسبت به حالا کشورهای دیگه ای مثل آمریکا و کانادا که البته اونها میشه رفت هم تحصیلی هم کاری، ولی خب یک مقدار سخت‌تر پروسش. کشورهای دیگه هم هست مثل آلمان، سوئد، استرالیا که خب اینا بچه‌ها میتونن هم تحصیلی هم کاری مهاجرت کنن و نمونه های موفقش رو اگر که بچه‌ها توی اینستاگرام سرچ بکنن میتونن افرادی رو ببینن که واقعا موفقن و به دور از هیچ گونه غرض‌ورزی و اینکه بگن اینجا گل و بلبل و همه چی خوبه و یه مدینه فاضله نشون بدن، دارن همه چی رو میگن و بچه‌ها میتونن که کاملا ببینن که چه اتفاقی بعد مهاجرت براشون میفته. ولی آره میشه خیلی راحت پول زد به خارج از کشور و مهاجرت خوبی داشت.
زمانی که توی دوران کرونا میرفتیم کارآموزی و خب طبیعتا هیچ حقوقی هم نداشتیم و واقعا شاید مثل پرسنل هم اون تایمی که مثلا توی شیفت صبح هستن و ما هم حضور داشتیم توی بیمارستان و همون خطرات ما رو تهدید میکرد و مجبور بودیم دولای ماسک بزنیم، دستکش دستمون کنیم. واقعا به خودم میگفتم که اینم رشته شد انتخاب کردی، یا میتونستی خیلی راحت تر الان. خب خیلی از رشته‌های دیگه هستن که مجازی دارن درساشون رو میگذرونن، تو خونه نشستن، خطری هم خودشون و خانواده‌شون رو تهدید نمی‌کنه. ولی واقعا برای من اینکه توی بیمار محیط بیمارستان باشم و بتونم که یک کار مفیدی انجام بدم و حس مفید بودن داشته باشم خیلی مهم بود. علاوه بر اینکه من خودم به شخصه بودن توی بیمارستان، هیجانات توی بیمارستان رو دوست دارم و اگر که به قبل برگردم با توجه به رتبه‌ای که داشتم به نظرم بهترین انتخاب بوده و دوباره همین رشته رو انتخاب میکنم. در ضمن خب هر کی هدفش فرق میکنه، ولی خب توی قسمتی که خوبیای این رشته رو گفتم که همکارش خوبه، هم مهاجرتش خوبه و من یکی از دلایل شخصی که دوباره همین رشته رو انتخاب میکنم پوینت مهاجرتشه. سال دیگه که راستش خیلی نمیشه راجبش تصمیم گیری کرد، ولی اینو میتونم به جرئت بگم که همین الان اصلا اسم دانشگاهی که ازش فارغ التحصیل شدیم و برند دانشگاه مهم نیست برای کار کردن، که واقعا به هیچ عنوان مهم نیست، چون اون چیزی که در لحظه از شما میبینن اون مسئولیت پذیر بودنتونه، فرض بودنتونه، نحوه کار عملی و کار توی بالینتونه، نظم داشتنتونه و اینکه صبر داشته باشین بتونین حتی اطلاعات درست رو چندین بار به بیمار بگید. ممکنه که با یک بار پرسیدن متوجه نشه و شما خسته این از یه شیفت واقعا وحشتناک برگشتین دارین تموم میکنین شیفتتون رو، میخواین برین خونه، حالا 10 بارم یه سوال از شما میپرسن و این باید صبرتون فوق العاده بالا باشه که بتونین این بحران هایی که براتون پیش میاد رو رد کنین. بنابراین برند دانشگاه اصلا مهم نیست. برای شاخه مهاجرت قسمت کاریش که بازم مهم نیست اونقدر که سابقه کار براتون مهمه. برای مهاجرت تحصیلی هم حقیقتا اونقدری دانشگاه های ما رو در زمینه پیراپزشکی برعکس مهندسی که خب یک شناختی پیدا کردن به واسطه مهاجرت بیشتر بچه های مهندسی انقدر نمیشناسن هنوز، بنابراین اسم دانشگاه خیلی روش فوکوس نمی کنن، انقدر که معدل براشون مهمه یا سابقه های ریسرچ و تحقیقات شما براشون مهمه. و حرف آخر بچه ها، ریزترین جزئیاتی که راجع به هر رشته‌ای به دستتون میرسه رو ازش گذر نکنید، راجعش فکر کنید، با خانواده‌تون بشینید راجع به تمام جزئیات فکر کنید. فکر نکنید که حالا من واردش میشم یه اتفاق میفته، اصلا اینطوری نیست. کوچکترین چیزا میتونه بعداً تبدیل به مسائل بزرگی براتون بشه اگر که حل نشده باشه قبلش. هیچ کس نمیاد به جای شما توی کلاساتون شرکت کنه، بیاد امتحاناتون رو بده، بعداً که وارد شغل میشید بیاد کار شما رو برای شما انجام بده. خودتونید و خودتون در آینده. پس برید سمت چیزی که واقعا بهش علاقه دارین، چون بعداً اگر که یک مشکلی براتون پیش بیاد، یک سختی در حین تحصیل یا در حین کارتون براتون پیش بیاد، اون علاقه هست که شما رو نگه میداره توی اون زمینه که دارین کار میکنید. و بچه هایی که میخوان رشته های پیراپزشکی، مخصوصا رشته پرستاری رو انتخاب کنن، بچه ها من بدون تعارف بهتون میگم از اینا رد نشید. اگر که فردی هستین که در حالت عادی استرس دارین، نمیتونید توی شرایط بحرانی به خودتون غلبه کنید، نمیتونید محیطتون رو آروم نگه دارید، اگر که نمیتونید فشار ذهنی که روتونه توی بیمارستان، همون دلایلی که گفتم ممکنه که یک فردی رو از دست بدید، یک بیمارتون از دست بدید، یا صحنه‌های دلخراش و ناگوار ممکنه که توی بیمارستان بید. اگر که نمیتونید اینا رو تحمل کنید، یا فشار جسمی که قراره بهتون وارد بشه، توانایی جسمی خاصی میخواد، واقعا این رشته بدو بدو کردن داره، از این بخش به اون بخش رفتن داره، ساعت‌های طولانی سر پا وایستادن داره، شیفت شب و بیدار موندن داره، اگر که توان حذف کردن همچین چیزایی رو ندارید این رشته رو انتخاب نکنید. و اگر به خاطر پولش یا به خاطر کارش دارید توی این رشته قدم میذارید و میخوانید تحصیل کنید، اینو بدونید که الان واقعا زمانه هست که
خیلی پولهای بیشتر از این رو با کارهای ساده تر از این شاید شما بتونید که انجام بدید و به دست بیارید. بنابراین اگر که علاقه خیلی وافری بهش ندارین یا اون پوینت های مثبتی که براتون داره خیلی نیست، سمتش نیایید.